سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، بیننده برنامه نگاه روز هستین. در این برنامه در رابطه با تحولات سوریه با علی جوادی صحبت میکنیم. دبیرکل سازمان ملل متحد اخیراً گفته که سوریه در مرز فروپاشی هست. خبر جدیدی نیست، چند سالی هست که سوریه اسیر جنگ های داخلی هست و میلیون ها نفر به انهای مختلف در این کشور قربانی شدن. علی جوادی اونطوری که به حال معلوم بود، مردم سوریه برای خواسته های حق طلبانه، برای یک انقلاب به میدان اومدن و نهایتا به اینجا رسید که همگان شاهدش هستیم. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ اجازه بدین اول سلام بکنم به شما و به بینندگان عزیز. اون چیزی که امروز در سوریه شاهدش هستیم یک فاجعه است، یک فاجعه عظیم انسانی که همونطوری که اشاره کردیم میلیون ها نفر آواره هستند، میلیون ها نفر در زیر بمباران ها هر روز کشتار میشن، قتل عام میشن توسط چه گروه های اسلامی و چه توسط دولت بشار الاسد، و یک فاجعه عظیم انسانی رو شاهدش هستیم. اما مردم برای این فاجعه به میدان نیامده بودن. مردم برای این نیامده بودن که اسیر جنگ های داخلی، تروریستی، گروه های آوانتوریست و ضد انسانی اسلامی از جنس داعش یا جیش النصر یا برفرض ارتش سرکوبگر بشار الاسد باشن. مردم برای این اومده بودن به میدون که آزادی میخواستن، برابری میخواستن، حرمت اجتماعی میخواستن، رفاه میخواستن و یک زندگی بهتری رو طلب میکردن، و اون سرآغاز حرکت عظیم انسانی رو که در سوریه شاهدش بودیم، جنبش‌های اعتراضی رو که شاهدش بودیم، عمدتاً بر این متن و بر این زمینه سیاسی شکل گرفته بود. اما اون مبارزات قیچی شد، اون مبارزات گسست از هم، و چیزی رو که امروز شاهدش هستیم نه نتیجه اعتراضات مردم، نه نتیجه خواست حرکت مردم برای سرنگونی رژیم بشار الاسد، بلکه جنگ داخلی میان نیروهایی که چه در قدرت هستند و متحدینشون از جمله حکومت آدمکشان جمهوری اسلامی، نیروهای حزب الله، سپاه جمهوری اسلامی از یک طرف، و از طرف دیگه کشورهای ارتجایی منطقه و نیروهایی که این کشورها ازشون حمایت میکنن، جریانات متعدد اسلامی که توسط حکومت عربستان سعودی و ترکیه و همچنین ارتش آزاد سوریه که توسط آمریکا و متحدینش بعضن حمایت میشن. اوضاع فاجعه آمیز کنونی رو باید محصول کشمکش، جدال، جنگ داخلی، جریانات ارتجایی، قوم پرست، مذهبی و همچنین دخالت کشورهای ارتجایی منطقه و کشورهای جهانی دونست. اون مبارزات حق طلبانه، اون حرکت عظیمی که به اصطلاح در کشورهای عربی و شمال آفریقا ما شاهدش بودیم، به سوریه هم رسیده بود. مردم معترض به میدون اومدن، اما اون مبارزات قیچی شد، شکست خورد به اعتباری، پاره شد، گسست، و اون چیزی که امروز شاهدش هستیم از یک سناریوی عظیم سیاه، یک فاجعه عظیم انسانی هستش که به اصطلاح همگان ابعاد وحشتناک و دهشتناک اون رو شاهد هستند. بله، گفته میشه که بیش از 200 هزار نفر کشته شده، عمدتاً توسط نیروهای بشار اسد از مردم کشته شده، بیش از نیمی از جمعیت مردم سوریه آواره شدن، مدنیت در اون کشور از بین رفته و مسئله دیگه که خودتون هم بخشن بهش اشاره کردید. یک سوالی که میتونه مطرح باشه اینه که آیا حضور مردم برای تغییر و برای دستیابی به خواسته های حق طلبانه خودشون ارزش این شرایط رو داشت؟ ببینید، مردم برای خواست دیگه به میدون اومدن، اما مردم در مبارزاتشون شکست خوردن توسط ارتجاع اسلامی، جریانات متفاوت اسلامی، توسط لشکرها و نیروهای کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و نیروهای مسلحی که به اصطلاح کشورهای غربی آمریکا و ناتو مسلحشون کردن، از اینا شکست خوردن، از دولت بشار الاسد شکست خوردن. زمینه و حرکت اعتراضی و به اصطلاح عکس العمل اعتراضی مردم نتیجهش این نبود که امروز شاهدش هستیم. شکست اون اعتراضات، شکست اون جنبش به اینجا منجر شد. نتیجتا وضعیت موجود رو نباید به هیچ وجه، به هیچ وجه به حساب اعتراضات مردم و یا نتیجه منطقی و طبیعی اعتراضات سرنگونی طلبانه مردم به اصطلاح گذاشت. اون چیزی رو که باید از این اوضاع درس گرفت این هستش که انتقال قدرت از یک حکومت به وضعیت دیگه‌ای پروسه میتونه کشدار باشه، پروسه میتونه دهشتناک باشه،
این پروسه رو ما پیش بینی کرده بودیم. منصور حکمت برای اولین بار در پروسه به اصطلاح با مشاهده اوضاع جهانی در یوگسلاوی، در رواندا، در افغانستان و غیره تز سناریو سیاه رو مطرح کرد که عملا بر این واقعیت تکیه میذاره که در اوضاع به هم ریخته جهانی کنونی و منطقه‌ای انتقال قدرت از یک دولت به دولت دیگه به طور ساده‌ای صورت نمیگیره. میتونه یک پروسه کشدار، خونین و به اصطلاح پروسه‌ای باشه که اراده مردم درش در هم شکسته، نه اینکه اراده مردم حاکم شده. و این وضعیت هستش که ما مشاهده میکنیم. هر درجه که جریانات ملی، جریانات مذهبی، دستجات تروریستی اسلامی، دستجات مسلح، چه در دفاع از حاکمیت چه در مقابله با حاکمیت صحنه‌گردان سیاست باشن، این وضعیت رو مشاهده میکنیم. حزب کمونیست کارگری، جنبش کمونیسم کارگری برای این شرایط آماده است. ما از پیش هشدار دادیم، تلاش‌های بسیار زیادی کردیم که این وضعیت میتونه صورت بگیره و تلاش کردیم که آمادگی‌های جدی برای مقابله با این وضعیت و در صورت وقوع برای از بین بردنش به اصطلاح انجام بدیم. بله، شما به از شکست نام بردین، شکست مبارزات مردم و به حال شکست خواسته هایی که مردم داشتن در آغاز حرکتشون در چند سال گذشته. چطور شد که محصول اون مبارزات، حالا نه محصولش منتها، به محصول شکست اون مبارزات قدرتگیری نیروهای از جنس داعش و القاعده، اونجایی که به حال نیمی از کشور سوریه رو در اختیار دارن، منجر شد؟ و همچنین آیا واقعا این خواسته مردم هست؟ چون این شنیده میشه گاهن که این همین شرایط خواسته مردم هست. شما نظرتون چیه؟ به نظرم اولین مسئله رو که باید توضیح داد، هیچ انسانی، هیچ بنی بشری خواستش این نیست که یک حکومت اسلامی، یک نیروی داعشی، یک نیروی القاعده، یک نیروی مانند جمهوری اسلامی، حزب الله بر سرنوشتش حاکم باشه. این رو باید از صحنه به سرعت خارج کرد. اینا تبلیغات گروه‌های تروریستی، اسلامیستی و مرتجعی هست که میخوان بگن وضعیت موجود محصول اراده بخشایی از جامعه، محصول اراده مردم هست. اینا دستجات اجیر شده، دستجات تروریستی هستند که به جون مردم افتادن تا بتونن به اصطلاح منافع قدرت‌های منطقه، منافع ارتجایی و سکتاریستی رو به پیش ببرن. اگر ما امروز شاهد این هستیم که داعش یک نیروی اصلی ارتجایی در به اصطلاح سوریه هستش، القاعده یک نیروی ارتجایی هست، جبهه النصر یک نیروی ارتجایی است، ارتش آزاد سوریه هست و در طرف مقابل صحنه حزب الله و جمهوری اسلامی و حکومت بشار الاسد قرار دارن و مردم رو بمباران میکنن، شب و روز بمباران میکنن و از هیچ جنایتی فروگذار نیستن، این وضعیت رو باید پای این تحرکات نوشت. اما چرا؟ مسئله قدرت سیاسی در منطقه است. مسئله اینجاست که حکومت بشار الاسد یکی از آخرین متحدین جمهوری اسلامی هستش و به منظور به اصطلاح رقابت و کشمکش هایی که در منطقه موجود بود، جریاناتی مانند حکومت عربستان، حکومت ترکیه، دولت اسرائیل، دولت قطر برای مقابله با اون وضعیت جبهه بندی که در دفاع از اسد وجود داشت به میدون اومدن و محصول این وضعیت رو میبینیم. اگر داعش وجود داره، پدیده داعش رو باید به دوران به اصطلاح سرنگونی صدام حسین توسط تهاجم نظامی آمریکا و متحدینش به اصطلاح برگردون و گفت که این منجلابی که تهاجم نظامی آمریکا و متحدینش در عراق ایجاد کرد، بعد از اون در لیبی ایجاد کرد و غیره، سرانجامش این شد که چنین هیولاهایی سر از زمین این منجلاب بیرون آوردن و به جون جامعه افتادن. اگر بند ناف این جریانات اسلامی توسط ترکیه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی، روسیه به درجاتی قطع بشه، این وضعیت به میزان زیادی خوشگونده میشه. واقعیت اینجاست که اینا تزریق میشن، اینا امکانات تسلیحاتی در اختیارشون قرار میگیره، اینا هیولاهایی هستند که در عین حال اجیر شده هستند و زمینه رشد و بقاشون کاملا منوط به ادامه کمک‌های مالی، تسلیحاتی و استراتژیکی هستش که کشورهای ارتجایی منطقه و نیروهای ارتجایی در این کشورها انجام میدن. ولی نهایتا سوال مهم این هست که راه حل چی است؟ ساده ترینش و سریع ترینش برای جلوگیری از فاجعه ای که در سوریه الان در حال رخ دادن هست و رسیدن به جامعه انسانی یا نسبتا انسانی در این کشور؟
سوال بسیار پیچیده ای هستش. راه حل ساده ای به نظرم موجود نیست. واقعیت اینجاست که راه حل هایی که سازمان ملل و کشورهای به اصطلاح شورای امنیت و کشورهای متحدشون سعی کردن انجام بدن، معلوم شد که به نتیجه نرسیده. 3 سال میگن از اون توافقی را که در ژنو صورت دادن، ژنو 2 گذشته، هیچ اقدامی صورت نگرفته و از کماکان در بر همون پاشنه میچرخه و وضع دهشتناکتر شده. اگر امیدی هست، این امید رو باید در وجود نیروهای سکولار، آزادیخواه، برابری طلب و کمونیست دید، که به نظر میرسه متاسفانه این نیروها در موقعیت چندان مناسبی در سوریه برخوردار نیستند. اگر امیدی هست، این هستش که چقدر مردم بتونن در مقابله این وضعیت مستقلن به عنوان یک نیروی سوم قد علم کنن. اما متاسفانه این واقعیت سهمگینی که برشون تحمیل شده اجازه چنین عکس العملی رو در شرایط کوتاه مدت نمیده. راه حل دیگه چی هست؟ راه حل دیگه ادامه این وضعیت، نتیجتا فروپاشی سوریه و بیشتر غرق شدن سوریه در این حفره سیاهی هستش که امروز شاهدش هستیم. وضعیت به اصطلاح بلافاصله سیاه‌تر از وضعیت موجود میتونه باشه. راه حل ساده‌ای به نظر من برای برون رفت وجود نداره. مسلما هر درجه که تحرک اسلامیست ها عقب زده بشه، هر درجه که نیروهای تسلیحاتی و یا اقتصادی، منابع تسلیحاتی اقتصادی به این نیروها کمتر بشه، هر درجه که جمهوری اسلامی، روسیه، عربستان، ترکیه، قطر و اسرائیل به اصطلاح امکاناتشون و توانشون برای تاثیرگذاری و دخالت در این وضعیت کمتر بشه، ورق میتونه برگرده و مردم میتونن در موقعیت دیگه قرار بگیرن. جریانات آزادیخواه، سکولار، غیر قومی، غیر مذهبی میتونن در موقعیت بهتری قرار بگیرن. اما تا زمانی که این فاکتورها وجود دارن، وضع بر همین در بر همین پاشنه خواهد چرخید متاسفانه. بله، خیلی ممنونم از شما علی جوادی برای حضورتون در برنامه نگاه روز. متشکرم. بینندگان گرامی، ممنونم از شما که برنامه نگاه روز رو دیدین. توجه شما رو به برنامه دیدن ادامه برنامه های تلویزیون کانال جدید جلب می کنم. برنامه پخش مستقیم تلویزیون تا دقایق دیگر شروع خواهد شد. متشکرم.